کاروان موتورهای والی فاریاب عصر دیروز مورد حمله مسلحانه قرار گرفته که در نتیجه آن یک پلیس کشته شد. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب میگوید این حمله زمان صورت گرفت که والی فاریاب با شمار از مسئولان محلی از شهر میمنه به طرف والس والی روان بود. از سوی هم جنرال نبی جان ملاخیل میگوید این درگیری پیش از رسیدن کاروان موتورهای والی فاریاب بین سربازان پوسته امنیتی و طالبان صورت گرفته است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در تماس با رسانه ها مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شهرداری کابل میگوید با افتتاح چراغ ها بالای جاده ها حدود 50 کیلومتر جاده در شهر کابل از طرف شب روشن می شود که علاوه بر زیبایی شهر به مشکلات رانندگی در شب نیز کمک می کند. محمد یونس نونده شهردار کابل میگوید فعال شدن چراغ های تنویری از جاده میدان هوایی کابل تا هتل کانتیننتال را در بر می گیرد. تنویر کردن این جاده ها از سوی شهرداری در حال صورت می گیرد که هنوز بخش های زیاد از جاده های پایتخت شب هنگام تاریکی است. عبدالوکیل نایبی با جزئیات بیشتر در این مورد. با وجود کمک های هنگفت جامعه جهانی به افغانستان در طی بیشتر از 10 سال گذشته، دولت این کشور نتوانست که به مشکلات کابل پایتخت رسیدگی کند. شهردار کابل 2 سال پیش بخش های کوچک از شهر کابل را با چراغ های تنویری روشن کرد. شهرداری کابل در ادامه این برنامه شب گذشته نیز مرکز چراغ‌های تنویری را در سرک 70 متری میدان هوایی کابل افتتاح کرد. از چراغ‌های میدان هوایی تا کانتیننتال در 4 خط تکمیل شده بود. ما را روشن کردیم. طول مجموعی 4 خط ما 12.5 کیلومتر است و طول مجموعی لایتینگ با 50 کیلومتر است که با مدرن ترین سیستم استفاده از LED یا سیستم LED تنویر جاده ها ما اینا را تکمیل کردیم و روشن کردیم. شما میبینید که جاده مکمل روشن شد. پروژه را که شاروال صاحب تا کانتینیتال گفتن جاده سلطان محمود غزنوی که چراغای از این امشب ما شاهد افتتاحی از هستیم، به تمام هموطنان ما خصوصا همشهریان کابل تبریک میگم. شهرداری کابل میگوید بودجه فعالسازی چراغ‌های تنویری را شهرداری کابل پرداخته است و آنان تلاش میکنند که این برنامه در تمام جاده‌های شهر کابل عملی شود. با این همه شهر کابل در حال حاضر یکی از پایتخت‌های در جهان است که سیستم کانالیزاسیون، علامت‌های ترافیکی، برق دائمی منظم و جاده‌های مکمل قیریزی شده ندارد و در کنار آن هنوز بیشتر جاده‌های این شهر از طرف شب تاریک میباشد. خبرهای اقتصادی بعد از وقفه کوتاه. صنعت زیورسازی در کشور در حالت استایی قرار گرفته است. به گفته پیشوران این بخش، کار زیورسازی در کشور در وضعیت قرار دارد که نمیتوان آن را توصیف کرد و نمیتوان گفت در حال رکود است، ولی آنچه مشاهده می شود ضعف این صنعت افغانی در برابر تولیدات خارجی می باشد. نصرت پارسا گزارشگر تلویزیون آریانا سیر به کارخانه های زیورسازی در شهر کابل داشته و گزارش تهیه کرده است که با هم می بینیم. دستان انسان هنوز نیرومندی خود را دارد که بسازد و تولید کند، اما آنچه ماشین تولید میکند متفاوت است. زیور از جمله وسایل تزئینی است که هزاران سال پیش انسان ها در تمام دنیا به اشکال گوناگون برای زیباییشان استفاده میکردند. تولید زیورات از همان آغاز با دستان خلاق زرگران که با ظرافت کار میکردند آغاز شده بود. در افغانستان نیز زرگری صنعتی است که پیشینه و تاریخ کهن دارد، اما این سند در دنیای دیگر دگرگون شده و زیورات بزرگ و سنگین جایشان را به زیورات سبک و ظریف داده است. از سوی هم دیگر کمتر با دست تولید می شود و بیشتر با ماشین. ولی در افغانستان وضعیت این سند چگونه است؟ دلچسپی و خرید زیورات در کشور نسبت به گذشته بیشتر شده است. ایجاد بازارهای جدید در گوشه و کنار شهر نشان می دهد که کار فروش زیورات رونق یافته است. اما تولید کنندگان چگونه تولید می کنند و خریداران چی را می پسندند؟ این یک کارخانه تولید زیورات در شهر کابل است. دیده می شود که زنان نیز در این صنعت دخیل هستند. اینجا انگشتر، گوشواره، دستبند، گردنبند و برخی زیورات دیگر تولید می شود. کارگران راضی به نظر می رسند، اما از نبود ماشین آلات شکایت دارند. هرچند اشیایی که توسط دست تولید می شود مورد توجه بیشتر قرار می گیرد، اما در رقابت بازار فروش تولید ماشینی برتری دارد. 7 سال می شود مصروف جواهر تراشی سنگای قیمتی استیم، سنگای قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان و شکل زیورات می سازیم. یک انگشتر زنانه است
می خواهیم بسازیم. شاید در روز یک ده انگشتر زنانه را جور کنم. تولید کنندگان نحوه کارشان را شرح می دهند و می گویند زحمت زیادی را تحمل می کنند، اما کمتر به فروش می رسد. توسط استیل این بر اندازه که خواسته باشیم، به اندازه دستتان و به اندازه فرمایش که باشه یا فریسای ساخته می شه. وقتی که رساختیم باز بعدم آیست آیسته که دیسوان این ما جر اندازی می کنیم. این جرا را که می دونیم همگی کتین میسوان یکا یکا جر اندازی می شه. این می شه که از تلام جور کنیم، از نقره هم و فعلا نقره ای هستی. این امرای دستان ساخته می شه، باز اگه بخواییم ریختان می شه. این سند برای بهبود و رونق به حمایت نیاز دارد. انجمن صنایع افغانستان از دولت می خواهد که در این راستا کمک کند. مسئولیت یا د دولت په غاړه وسی چې هغه څنګه کولای شي چې په داخل کې دوی لپاره د ښه کار زمینې برابره کړي او دوی لپاره ښه سهولتونه ورکړي، او خصوصا بیا هغه ډیزاینونه یا هغه چې راځي دلته او دلته پروسس کیږي او بیرته په هغې باندې ډیزاین او چول کیږي او هغه لاړ شي زموږ همسایه ملکونو ته د هغې لپاره د اکسپورټ زمینه نورو، دا به د دولت مکلفیتونه دي. که زموږ سوداګر صنعتکاران موږ ته راشي چې دوی په کوم ځای کې مشکل لري، د ویزو مشکل وي، د مارکیټ مشکل وي، موږ په کومو هیوادو دو که چه تجارتیت شل رو ولی نمونگا ورت مارکت پیدا. گفتنی از صنعت زیورسازی در افغانستان هنوز هم تقریبا به طور کامل توسط دست صورت میگیرد. به همین دلیل از نگاه کمیت هم با تولید خارجی رقابت کردن نمیتواند. و اگر به مغازه های فروش نظر انداخته شود، دیده میشود که اکثر اموال آنان از کشورهای خارجی به ویژه همسایه ها میباشند. این بود خبرهای امشب از آریانا که تقدیمتان گردید. تا دیدار بعد، خداوند نگهدار.